جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. بنابر گزارش سازمان ملل در سال 2010 حدود 214 میلیون نفر در سراسر دنیا مهاجرت کردند. برخی از آنها در دسترسی به آموزش با مشکل روبرو هستند. با هم نگاهی به طرح‌هایی می‌اندازیم که هدفشان کمک به این افراد است. چگونه میتوان کودکان را تشویق کرد که در مدارس چند ملیتی و چند فرهنگی ادغام شوند و با دیگران خوب بگیرند؟ به سراغ یک پروژه عکاسی در شیلی می‌رویم. یکی از ثمرات رشد اقتصادی در شهر بزرگ و روبه رشد سانتیاگو افزایش تعداد مهاجران طی 20 سال گذشته است. پابلو و ماکسی در مدرسه با هم آشنا شدند. آنها به کمک یک کارگاه عکاسی یاد گرفتند که دنیا را با چشمانی دیگر ببینند و به این ترتیب هم شروع علاقه جدید در خود کشف کردند و هم طعم یک دوستی جدید را چشیدند. ماکسی میگوید که با پابلو در یک کارگاه عکاسی در سال 2012 آشنا شده و پابلو میگوید که به کمک ماکسی توانسته لهجه شیلیایی را یاد بگیرد و زمانی که پدر و مادرش از او پرسیدند از که یاد گرفته، گفته از زمانی که با ماکسی دوست شده است. این کارگاه عکاسی برای تیز کردن حس مشاهده و به اشتراک گذاشتن این حس با دیگران است. امروز کودکان کارهای خود را حول موضوع کارت پستال به نمایش می‌گذارند. هر دانش آموز باید عکسی از زندگی روزمره خود بگیرد و آن را برای یکی از بستگان بفرستد. آنها مشتاقند کار همکلاسی‌های خود را ببینند. این کارگاه زایده دغدغه یک نمایشگاه جمعی عکاس زن است، نمایشگاهی که با موضوع تعصبات و عدم شناخت مردم شیلی از فرهنگ‌های دیگر برگزار شد. درباره پدیده مهاجرت صحبت نمی‌شد و تنها در رسانه‌ها با نگاهی منفی به آن پرداخته می‌شد. از این رو ما تصمیم گرفتیم این کارگاه را برگزار کنیم. نیمی از دانش آموزان شیلیایی هستند و ما بقیه خارجی‌اند. در نتیجه آنها می‌توانند یکدیگر را از خلال عکس‌هایی که پس از هفته‌ها کار گرفته‌اند بشناسند. دانش آموزان به واسطه عکاسی جهان و فرهنگ خود را گسترش می‌دهند. این کارگاه در راستای یکی از طرح‌های مدرسه برای ایجاد گفتگو و رابطه میان دانش آموزان و حمایت از ادغام مهاجران جدید برگزار می‌شود. هر کدام از این عکس‌ها که دانش آموزان می‌گیرند، حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. به آنها اجازه می‌دهند زبانشان و مهارت‌های خلاقانه‌شان را توسعه دهند و ابتکارهای فردیشان را عملی کنند. اینکه مثلا یکی اهل اکوادور است و دیگری کلمبیایی و بولیویایی نقشی در رابطه آنها ندارد. آنها به عنوان کودک با یکدیگر دوست می‌شوند و این مسئله مهمی است. زیرا این کارگاه یکی دیگر از کارگاه‌هایی است که پیوند‌های کشور ما را به آمریکای لاتین حفظ می‌کند. پشت هر یک از این لبخندها و عکس‌ها داستان دوستی‌های چند فرهنگی زیادی نوشته شده است. فرض کنید نتوانید کودک خود را به مدرسه بفرستید چون از کشوری دیگر آمده اید. با این مشکل چه خواهید کرد؟ برای یافتن پاسخ به چین می رویم. We go to China to find out. رفتن به مدرسه برای این کودکان عادی نیست، بلکه فرصتی استثنایی در زندگی است. مدرسه تونگشین در حومه پکن در سال 2004 در محلی که سابقا کارخانه بوده تأسیس شده تا کودکانی که به سیستم مدارس دولتی دسترسی نداشتند بتوانند آموزش ببینند. اینها کودکان کارگران روستایی هستند که در جستجوی کار به این محله کوچ کردند. به دلیل قانون ثبت هویت خانوار، این کودکان اجازه رفتن به مدارس دولتی را ندارند و تنها می توانند در شهر محله زندگی خود از تحصیل رایگان برخوردار شوند. خیلی از این کودکان مشکل پرداخت شهریه دارند. مدرسه دنبال افرادی می‌گردد که شهریه آنها را بپردازد یا مستقیماً آنها را از پرداخت شهریه معاف می‌کند. من نسبت به این موضوع خیلی حساس هستم و دلیل اصلی اینکه اینجا کار می‌کنم نیز همین است. روش آموزشی، کیفیت کارکنان و روابط نسبتاً مناسب مسئولان مدرسه تونگچین با مقامات محلی از این مدرسه یک مدرسه نمونه ساخته است. مدرسه‌ای که شبیه آن باید برای دانش آموزان مهاجر در چین تأسیس شود.
ما دو هدف اصلی داریم، یکی فراهم کردن آموزش خوب برای کودکان و تربیت افراد خوب، در واقع می‌خواهیم که تمامی آموزش‌های اساسی را برایشان مهیا کنیم، دوم می‌خواهیم که آموزگارهای ما خوب تدریس کنند، این احساس را به وجود بیاورند که در فضای مدرسه هستیم و وسایل مناسب داشته باشیم، می‌خواهیم برای بچه‌ها فرصت رشد به وجود بیاوریم. پایه اصلی این طرح سون هونگ است. او هنرمند معروفی است که از حقوق و رفاه جامعه کوچ‌نشینان پکن دفاع می‌کند. از کودکان خانواده‌های مهاجر 60 میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کنند و 36 میلیون در شهرهای بزرگ. در پکن حدود 500 هزار تا 600 هزار کودک مهاجر وجود دارد و این مشکل اجتماعی بزرگی ایجاد می‌کند. کار ما تنها در صورتی فایده خواهد داشت که بتوانیم نیازهای این کودکان را برطرف کنیم. در این بین کودکان از کار کردن در کارگاه‌های مختلف لذت می‌برند. این پروژه که آغازگران مرکز آموزش کارگران مهاجر پکن بوده است، برای بیش از 10,000 کودک خانواده‌های مهاجر در 10 محله کم درآمد فرصت آموزش فراهم کرده است. می‌خواهیم دو فرزندمان نزد ما در محل کارمان باشند. اینطوری برایمان راحت‌تر است و علاوه بر این از این مدرسه هم راضی هستیم. تونگشینگ به رغم موفقیتش قرار است در نهایت تعطیل شود. این به این معنی است که تمام دانش آموزان جذب سیستم مدارس دولتی شدند. اما تنها کودکان مهاجران نیستند که نیاز به آموزش دارند. مادران آنها نیز برای بهبود وضعیت شغلی و سر و سامان گرفتن در کشور جدید نیاز به آموزش دارند. به سراغ طرحی در این رابطه در دانمارک می رویم. مرکز تنوع و برابری جنسیتی در دانمارک راهیافتی غیر متعارف برای ادغام زنان مهاجر در جامعه یافته است. طرح شبکه حامیان از سال 2002 در این مرکز میان بیش از 3,000 زن پناهنده مهاجر و فعال در بازار کشور ارتباط برقرار کرد. شبکه حامیان این مرکز ایده خیلی ساده است که 7,500 زن را اهم از حامی و تحت حمایت به خود جذب کرده. نتایج کار آنقدر خوب بوده که این ایده تبدیل به دیدگاهی ویژه برای تحرک اجتماعی شده که میتوان آن را در کشورهای دیگر نیز به کار برد و تا کنون این مرکز 20 شریک کاری در کشورهای مختلف پیدا کرده است. هم اکنون روی این کار میکنیم که آینده شبکه حامیان را مستحکم کنیم، چون متاسفانه دولت بودجه ما را قطع کرده است. این اهل روسیه است و در سال 2009 به دانمارک آمده. پس از 18 ماه یادگیری زبان دانمارکی نتوانسته کاری پیدا کند و تصمیم گرفته به شبکه حامیان ملحق شود. او هم اکنون در شرکتی دانمارکی در بخش کاریابی مشغول کار است. به کمک حامی خودم برته کاری پیدا کردم که در دانمارک شغل خیلی خوبی محسوب میشه و من از داشتن این کار خیلی راضیم. دلیل موفقیت من در رسیدن به این شغل این بود که برته در ساختن شرح حال و سابقه کاری و همینطور پر کردن تقاضانامه ها به من کمک کرد و در این بین خیلی چیزها درباره فرهنگ دانمارک و فرهنگ کار به من یاد داد. او در زندگی من تبدیل به ستاره راهنمایی شده که در مواجهه با هر مشکل و چالشی به من کمک میکنه. برت برگر کارشناس ارتباطات است که کار آزاد دارد. او 12 ماه حامی اینا بوده است. در سال 2011 به شبکه حامیان پیوسته، زیرا می‌خواست از تجربه هایی که کسب کرده به بهترین نحو استفاده کند. کاری که من برای اونها میکنم پاسخ دادن به سوالاتی است که ممکن است درباره زندگی در دانمارک و یافتن شغل داشته باشند. سعی میکنم خودم را جای او بگذارم، که خیلی برای من البته سخت نیست، چون خودم سالها پیش در آمریکا بودم و خارجی محسوب میشدم. داستان اینا و برته میتواند برای بسیاری از زنان که در 4 نقطه دانمارک زندگی میکنند الهام بخش باشد. این بود برنامه این هفته ای ما. اگر مایل هستید میتوانید نظراتتان را درباره آموزش مهاجران از طریق صفحات شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی با ما در میان بگذارید. جهان دانش در همکاری با وایز، طرحی از بنیاد قطر.